سلام به شما همراهان دوست داشتنی چنل یوتیوب ترفن. نزدیک 3-4 ماهی هست که در مورد سریال دونگی ویدیو نذاشته بودیم. از اونجایی که خیلی از مخاطبین ترفن طرفدار سریال دونگیان، امروز قراره 5 تا فکت جالب و عجیب رو در مورد این سریال بهتون بگیم که مطمئنم خیلیاش براتون تازگی داره. قبل ادامه ویدیو حتما یادتون نره که کانال ترفن رو سابسکرایب داشته باشید و ویدیومون هم حتما لایک کنید. شماره 1. همونطور که قبلا گفته بودم، روایت و شخصیت‌های سریال دونگی تو تاریخ کره واقعا وجود داشتن. روایت عشق بین امپراتور و بانوجانگ و دونگی اونقدر تو کره محبوب و معروفه که در موردش فیلم‌ها و سریال‌های زیادی هم ساخته شده. میدونم شاید همتون بگید مگه جز سریال دونگی سریال دیگه‌ای هم در موردشون بوده؟ باید بگم که بله، خیلی خیلی زیاد هم هستش. فقط الان میخوام چند موردش رو سریع بهتون نشون بدم که خودتون ببینید چقدر داستان معروف و محبوبه. سال 1961، یعنی بیش از 60 سال قبل، اولین فیلم سینمایی برای بانو جانگ و امپراتور ساخته میشه، یعنی قبل از انقلاب خودمون. نقش بانو جانگ رو برای این فیلم کیم جیمی بازی کرد که اون زمان جز معروف‌ترینا بود و الان هم دیگه زنده نیست. میدونم خیلیاتون فکر میکنید کره کشوریه که کلاً 10-20 ساله تو صنعت سینما و تاریخ و این چیزا مد شده، اما نه تو تاریخش که قدمت چند هزار ساله داره و بارها تو چنل بهتون گفتیم، و نه تو فیلمهاش اصلاً اینطور نیست و میبینید که از مدتها قبل فعالیت‌های حرفه‌ای رو تو عرصه سینما و هنر و ساخت فیلم‌های تاریخی داشتن. آخه شاید خیلی از شما نشیده باشید، ولی اون بیرون یه عده از مردم هستن که میگن کره‌ای‌ها جدیداً شروع کردن به ساخت فیلم‌های تاریخی تا تاریخ نداشتهشون رو با فیلماشون به تصویر بکشن، یعنی یه جور تاریخ جعلی بسازن. در حالی که شما حتی کتاب‌های تاریخ اسلام رو هم نگاه کنید، می‌بینید بارها و بارها از روابط بین سیلا و حکومت عباسی و عربستان نوشته. سیلا در اصل همون شیلای کره هست که خیلی از دوستان نمی‌دونن. دومین فیلم از روابط دونگی و بانو جانگ و امپراتور سال 1968 ساخته شده، یعنی 53 سال قبل. تو این فیلم سینمایی نقش بانو جانگ رو نام جونگ این بازی کرد. سال 1971 اولین سریال از روابط بین بانو جانگ و دونگی هم ساخته میشه. نقش بانو جانگ رو تو این سریال یون یو جونگ بازی کرد. سال 1981 دوباره یه سریال دیگه ساختن از این روایت دونگی و بانو جانگ. اینجا تو این سریال نقش بانو جانگ رو لی می سوک بازی کرد. دوباره سال 1988 سریالی برای ملکه این هیون ساختن. سال 1995 سریال جانگ هی بین با نقش جونگ سونگ کیونگ، و سال 2002 مجدد سریال جانگ هی بین که جالبه بگم سونگ ایل گوک یا همون جومونگ هم دقایقی تو این سریال بازی کرد. 8 سال بعدش، یعنی سال 2010، خود سریال دونگی. تا اینجا از بین تمام این فیلم ها و سریال ها، سریال دونگی تنها سریالی بود که کل داستانش تو محوریت شخصیت دونگی از کوچیکی تا بزرگسالیش بود. یعنی شهرت اصلی چوسان دست بانو جانگه، چون بانو جانگ جز زیباترین زنان تاریخ کره بوده و خلاصه شهرت خاصی داره داستان عشق و عاشقیش بین اون و امپراتور. برای همین این اولین فیلمی بود که فقط اختصاصی در مورد دونگی بود. میبینید که بخش اعظمی از سریال داره کودکی تا بزرگسالی دونگی رو فقط نشون میده. سال 2012 سریال مرد ملکه این هیون. سال 2013 سریال زندگی برای عشق جانگ اوک جونگ. سال 2016 سریال قمارباز سلطنتی. تازه اگه بخوایم به سریالای ایسان و هچی که داخلش به فرزند و نوه و نتیجه دونگی هم اشاره میشه بپردازیم، فکر کنم اینجا باید براتون بالای 30-40 تا فیلم و سریال لیست کنیم. بله، داستان دونگی و بانو جانگ و امپراتور و اینا اینقدر مستند و مهم بوده که این همه برای سریال و فیلم ساخته شده. پس بدونید سریال دونگی یه سریال خیلی مهم برای کره‌ایاست. فکت دوم، سرنوشت شاهزاده ها چی شد؟ سوالی که برای علاقه‌مندان به سریال دونگی پیش میاد اینه که سرنوشت یونینگ و ولیعت گیونجون چی میشه آخرش؟ خب ببین، اولا باید بگم سریال های زیادی سعی کردن سرنوشت این دوتا رو نشون بدن. مثلا سریال ایسان دوران پیری یونینگ رو نشون میده، یا سریال هچی اول به دوران حکومت پسر بانو جانگ اشاره میکنه،
ولی اون چیزی که تو تاریخ گفته شده اینه که بعد مرگ طبیعی امپراتور سوکجونگ، پسر اون شاهزاده گیونگجونگ که پسر بانو جانگ هم بود به تخت میشینه تو سال 1720 میلادی. اما از حزب نورون، یعنی حزبی که سمت دونگی بوده، اونقدر بهش فشار وارد می‌شده که اون تو اوایل حکومتش رسماً یونینگ رو به عنوان دست راست خودش معرفی می‌کنه و حتی اعلام می‌کنه که یونینگ باید جانشین اون باشه. اما چون گیونگجونگ بیماری عجیبی رو داشته می‌کرد، فقط تونست 4 سال حکومت کنه و تو سال 1724 در اثر مسمومیت غذایی از دنیا میره و یونینگ به جاش به تخت می‌شینه. البته در مورد اون حرف زیاده، خیلی ها میگن اون مسموم نشده و کشته شده، ولی هرچی که باشه اون هیچ وقت با یونینگ دشمن نبود. مثلا سریال دونگی نشون میده که اون از بچگی عقیم جنسی بوده که تو تاریخ اینطور گفته نشده. تو تاریخ گفته شده که اون به خاطر یه درگیری با اعضای خانواده تو سن جوانی عقیم میشه و مادرزادی عقیم نبوده، که این موضوع از دست امپراتور مخفی مونده میشه. در مورد یونینگ هم بگیم براتون. یونینگ خب خیلی پادشاه موفقی بود. یونینگ سال 1724 دقیقاً بعد مرگ برادرش به تخت میشینه و اقدامات خیلی زیادی رو تو شوسان انجام میده. یونینگ نزدیک 52 سال حکومت میکنه و اگه اشتباه نکنم تو سن 82 سالگی هم از دنیا میره. اما از نقاط تاریک دوران حکومتش میشه به قتل عجیب پسرش ولیعهد سادو اشاره کرد. یورینگ به خاطر احساس ترس و اخبار منفی در مورد پسرش سادو، طی اقدام سیاسی پسرش رو داخل ظرف برنج میندازه تا در نهایت سادو با از دست دادن مایعات بدنش از بین بره. اول سریال ایسانو ببینید این موضوع رو خیلی خوب نشون میده. حالا بچه سادو کی بوده؟ بچه سادو خب ایسان بوده دیگه. اگه دیده باشید متوجه میشید. پس ایسان در اصل نتیجه دونگیه. البته اینو بگم، سریال هچی خیلی خوب مشکلات سر راه یونینگ رو برای پادشاه شدن نشون میده. مثلا اینکه مادرش دونگی چون رعیت‌زاده بوده قصر اونو قبول نداشته. پیشنهاد میکنم حتما سریال هچی رو تماشا کنید. اونایی که دوست دارن بدونن چه جور سریالیه، لینک بالای صفحه رو لمس کنن. سریالیه که سال 2019 منتشر شده و سریال جدیدی هم محسوب میشه. لینک بالای صفحه توضیحات کاملش رو دادم. شماره 3، دو تا فکت خیلی جالب از سریال بهتون بگم. گویا قرار بوده نقش بانو جانگ و ملکه این هیون جابجا بشه. یعنی چی؟ یعنی بازیگر بانو جانگ لی سویون قرار بوده که اول نقش ملکه این هیون رو بازی کنه. حالا اتفاق عجیب تر اینه که چانسو قرار بوده امپراتور بشه و امپراتور سوکجونگ هم باید مشابه عملکرد خوبش تو سریال یانگوم جای چانسو بازی میکرده. جی جین هی که نقش امپراتور سوکجونگ رو بازی میکرده تو سریال یانگوم یا همون جواری در قصر، یه نقش شبیه نقش چانسو تو سریال دونگی رو داشته. اونایی که دیده باشن میدونن. اما از اونجایی که معمولا به خیلی از بازیگرها چند نقش پیشنهاد میشه، خود کارگردان و بازیگرها به این نتیجه میرسن که اون نقشا رو در نهایت بازی کنن. مثلا شما مصاحبه سونگیل گوک تو ایران رو ببینید، اون میگه که بین نقش تسو و جومونگ من خودم تصمیم گرفتم که نقش جومونگ رو بازی کنم، چون احساس میکردم که میتونم از پسش بر بیام. اونجا هم سناریو همچین چیزی بوده، چون سونگیل گوک چند سال قبلش تو سریال امپراتور دریا یه نقش منفی به نام یومجانگ رو خیلی خیلی خوب بازی کرده بود. برای همین تو سریال جومونگ هم قرار بود نقش منفی تسو رو خیلی خوب بازی کنه که اون قبول نکرد و نقش جومونگ رو برداشت. فقط میخوام تصور کنید که این نقش جابجا بود و چقدر میتونست تو تصورات ما اثر بذاره. فکت 4، سریال تا دلتون بخواد سانسور هم داشته. مثلا بانو جانگ اون اوایل همخوابه پادشاه بود نه همسرش. مثلا چانسو به دونگی علاقه داشته تا باهاش ازدواج کنه، اما دونگی بهش جواب رد میده. ملکه این هیون همسر اول امپراتور نبوده و همسر دوم بوده. همسر اول امپراتور ملکه این گیونگ بوده که اون تو 9 سالگی با امپراتور ازدواج میکنه و ازش دوتا دخترم میاره، ولی تو سن 19 سالگی دچار بیماری آبله میشه و میمیره. البته سریال دونگی نه خودش و نه دختراشو نشون نمیده و فقط خودش در حد یک اسم تو سریال ازش یاد میشه. یا از دیگه سانسورا باید به شغل بانو صلحی اشاره کنم که در از فاحشه خونه داشته و مشتری پراپا قرصش هم افسر حزب سورون بوده. البته که سانسورای سریال دونگی خیلی زیاده و من قبلا توی چندین ویدیو اونا رو گفته بودم، اما از اونجایی که میدونم خیلی از شما تازه مخاطب چنل طرفن شدی، قول میدم به زودی توی یک ویدیو تمام سانسورای سریال دونگی رو
جمع‌آوری کنم. شماره 5. میدونستی سریال دونگی یه جورایی متعصبانه ساخته شده؟ یه جورایی میخواسته طرف حزب نورون رو بگیره. مثلا تو تاریخ اومده دلیل دشمنی بانو جانگ با دونگی و مادر امپراتور و حزب اونا قتل فرزند اولش بوده. گویا بانو جانگ تو تاریخ باردار میشه، اما مادر امپراتور از ترس اینکه فرزند بانو جانگ پسر نباشه تا جانشینش بشه بهش سم میده و در نهایت اون بچه میمیره. این در حالیه که سریال دونگی اینو نشون نمیده. یا مثلا داستان عاشق شدن دونگی و امپراتور اصلا اینطوری نبوده. داستان تاریخیش اینه که وقتی ملک اینهیون از قصد تبعید شده بوده، دونگی داشته براش خلاصه گریه و زاری میکرده و امپراتور هم صدای گریه اونو میشنوه و اونجا میشه که از اون خوشش میاد. میتونیم اینطور بگیم که سریال دونگی تو بعضی از جاها داستانا رو بهتر و قشنگتر کرده. البته که این سریال فکت خیلی زیاد داره، ولی احساس کردم که اینا مهمتریناشن. بازم اگه علاقه داشتید مجدد فکت‌های زیادی هست که میتونم در موردش بهتون بگم. همراهان عزیز کانال یوتیوب ترفند، به بخش پایانی ویدیو رسیدیم. یادتون نره که حتما ویدیومونو لایک کنید و علامت زنگوله اون رو هم فعال کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.